اینلاینش. خب اون متغیر تعریف کردیم، میخوام حالا اینلاین من میام اینجا ایشون رو فراخونی میکنم و به عمد یک فولدر دایرکت میسازیم و CSS میذاریم اسمش رو و یه اسلش که بذارم میتونم راحت استارت CSS برام فایلش رو هم خب دیگه کم کم ما این عناصر بعد بتونید رابطه برقرار کنید. ببینید من نوشتم یه دایرکتوری یه دفعه دیگه انجام میدم. ببینید میام اینجا کلیک راست میکنم تو روت پروژه نیو میکنم دایرکتوری یه اسم میزنم براش اسمش باشه CSS یه اسلش میذارم فایلش رو هم میخوام باش کنارش جنریت کنم مثلا style.css میذارم دیگه میخوای هم فایل رو بسازی هم دایرکتوری رو میگم بعد میاد برام دایرکتوری هم فایل رو هم میسازم خب میخوای وصلش بکنید دیگه بلدی فرانت رو حتما کامنت رو میذارید لینک و منظور لینک CSS و CSS و style.css خب یا همینجا میخوام متغیر تعریف کنم. ببینید شما تو هر جای HTML میتونید بلوک باز و بسته PHP رو قرار بدید. مثل اینکه من میگم یا من بیام اینجا قرار بدم یا آره من شما بیام بلوک باز و بسته PHP رو قرار بدید و میتونید متغیرات رو تعریف کنید. یکی میگه آقا من بیام بیرون این قرار بدم. ببینید فرق نمیکنه هر جا دوست داری شما میتونید بلوک باز و بسته PHP رو قرار بدید. من بیام آقا وسط این قرار درست کنم به خدا میشه هیچ فرقی نمیکنه شما بیا اینجا شروع کن انجام بده. ولی خب کار زشتیه دیگه. چرا متا رو بینش پیش بدم؟ یا یه فضایی که اصطلاحاً هیچ تگی بینش نباشه. حالا بالا شستش اشکال نداره. آخه میتونی اینجا بیا پیش بده واسه واسه کنی شروع کنی متغیر تعریف کنی. به طور مثال من میگم فرست نیم و من برای دورش میگم داخلش. سعی کنه دانه نصب نیم مقدار آرمین و مقدار مثلا فادر نیم مقدار علی و دال پیج هم رو قرار میدم مثلا و دال ایمیل هم رو هم قرار میدم مثلا مثلا رجان 98 و بیس. خب متغیره تعریف شد. چرا من به امر بالا گذاشتم متغیره رو هم متغیره شد؟ چرا من متغیره رو بالا دارم تعریف؟ میخوام این قضیه رندر خطی رو یا اینکه هر مفصل میاد خط به خط میتونه کد ها رو اجرا کنه تو ذهن تو جا بگیره کم کم توی همه زبانهای برنامه‌نویسی الا VHDL الا اگه FPGA کار کرده باشه بحث الکترونیکی میشه یعنی سی پی یو شما برمیگردم میگن کور آی 7 هستش 7 تا هسته به صورت موازی میان برنامه‌نویسی انجام میدن اینا قضیهش فهم شما باید بحث الکترونیک دیجیتال رو کار کرده باشه اف پی جی اینا میشه همون گوشی که شما دستتون هستش یه دفعه بهت برمیگرده میگه مثلا سی پی یوش آرم مثلا دو هسته ای یعنی که میتونه به صورت موازی بیاد پارالل اصطلاحا برنامه‌ریزی بکنه خب سرعت خیلی میره بالاتر ولی توی زبانه برنامه‌نویسی شما هیچ راهی برای پارالل نوشتن نه اینکه نداشته باشید میتونید پارالل بنویسید ولی این حالتی که ما داریم می‌نویسیم بهش میگن پروسه جورالیا رویه‌ای خط به خط میاد نمیشه میتونید فانکشنال بنویسید که بیاد حالت در واقع فانکشنال استفاده بشه میتونید شیگرایی بنویسید مدل‌های مختلف دیزاین پترن بنویسید ولی خب اول و آخر همه به چه صورت هستش همون رویه‌ای یا حالت سری میاد خط به خط میخونه میاد پایین. خب من اونها تعریف کردم میخوام استفاده کنم میام میگم اچمان میام میگم پی اچ پی خب آب خوردن میتونم میام اکو دالر فرست نه میبینیم قشنگ میشه توش مشکلی هم نداره میام اونجا برمیگردم میگم که میخوام الان بنویسم مثلا پی اچ پی و بنویسم اکو میام بگم که مای مثلا لست نیز راحت لست نیز بسید رو بزنم سرکانش هم میزنم اینجا دیگم اکو میام مدل مختلف دارم بنویسم اکو بگم بگم که مایم فادر مثلا نیمیست دیگه نمیخوام از حالت پانکت استفاده بکنم این خود میدونی برای چی و h4 بذاریم php مثلا مقدار اکو مثلا مای مثلا ایجیز داره h و به این صورت رو بعدی هم من یک کنترل این کنترل دی من میزنم ها اینجایی که کد هستش کنترل رو با دی میگیرم خط رو برام خود یا میشه بنویسم مثلا my name is
بیاد اینجا یه رفرش بکنیم این تک تک اینا رو بردار و کنترل یو هم بزنیم ببینید خب اومد توی قالب HTML توی قالب درست HTML اومد چکار کرد متغیرها رو چاپ کرد خیلی راحت اومد می‌تونستیم دیتا ها رو چاپ بکنیم حالا مثلا من می‌تونم H2 اینا رو یه آرش پیچ بردم و بردم به این شکل ببینیدش آب خدا رو می‌تونم بیام اینجا برگردم این H1 H2 و H3 و H4 اگر بگم که تکس الانشون سنتر هیتشون مثلا 40 پیکسل و هیتشون شهر و فونت فهمیشون مثلا کومیک و فونت سایز رو میخوام بدم کالر مثلا وان پیس بدم بکگراندشون هم مثلا باشه و الان بیام اینجا فرچ بزنم همه شون به این شکل اومدن قرار میدیم خب این هم به این شکل اومد اینجا ما اومده به این صورت قرار شدیم خب یه نکته ای داره الان من بیام این متغیرها رو کنترل ایکس بزنم و زیر این متغیرها تعریف بکنم زیر این کودها قرار بگیره چه اتفاقی میفته فرچ رو میزنیم همه شون هم میخوان بریه بلده آن دیفاین وریبل فرست نیم آن دیفاین وریبل مثلا لست نیم فادر نیم اج ایمیل چه اتفاقی افتاد هیچی اتفاقی که افتاد این هستش که شما دارید اشتباه اینا رو فراخوانی میکنید اشتباه کد نوشتی فردا یه دفعه نیا برای متغیر تعریف بکنی اون زیر متغیرات رو بیا این زیر قرار بدی بعد بیا کجا بالا سرت اینا رو فراخوانی بکنی این چه اتفاقیه شما اومدید اینجا دارید میگید خب ناگهان مفصل یا اصطلاحاً آپاچه شروع می‌کنه اینو اول می‌خونه اینو اول می‌خونه اینو می‌خونه اینو می‌خونه اینو می‌خونه اینو می‌خونه سی اس اس رو می‌خونه اگه دقت بکنی سی اس اس رو اومده اعمال کرده قشنگ اومده اینا رو درست کرده اشمانا ولی اومده رسیده به اینجا داره میگه متغیر به نام فرست نیم خب توی فرست نیم مثلا توی رم شما الان متغیر به نام فرست نیم تعریف نشده است این رم شما شما فرست نیم تعریف نشده شما هم میگه میگه پایین تعریف شده خب پایین تعریف شده چرا رفتی به بالا داره ببین همه چیز خطیه میاد اینجا میرسه اول به فرست نیم خب میبینی فرست نیم چیه میبینی تو هیچ جا تعریف نشده تو هیچ جا بالا سرش شد توی بالا سرش هیچ جا تعریف نشد پس متغیرها یا کلا هر کاری بخوای شما انجام بدید ببین ترتیب رو باید درست رعایت کنید من باید متغیرهام رو که میخوام تعریف بکنم باید بالای جایی باشه که میخوام ازش استفاده اینا نکته بودش که باید توی همه زمانه برنامه‌نویسیش فرقی نداره این قضیه خطی بودن رو باید تو ذهن تو قرار بدی یا اینجا الان قرارش میدم کافی هستش که بیا رفرش بکنم ببینید که آب خوردم یا نشون پس این نکاتی هستش که توی برنامه‌نویسی شما باید به مرور زمان بهش دقت بکنید ما اینا رو همه رو توی دانشگاه یه جایی که دارید میریم بهشون میگیم و تو ذهنشون قرار میگیریم که به این شکل هست شما اول که متغیرها رو یا دیتایی که میخواید استفاده کنید رو تعریف میکنید بالا یا حالا هر جا بالا یه جایی باشه که میخواید استفاده میکنید چرا؟ چون همین چی به صورت خطی هستش خب در مورد این قضیه اگه سوالی هست